خانم اجازه بگیرم، گفتن که تا زمانی که هستن منم باید بمونم. چیز خاصی نگفتن؟ آقا مرتب همه ی سند مدرک ها و زونکنا رو میخوان. به آرش گفتن که گزارش مالی بده، به مجده توی انبارم گفتن که یه لیست از موجودی ها بهشون بدن. چند وقت اینجان؟ بعد از رفتن شما. آقا ببخشید چیزی شده؟ میگم نکن اختلاف حسابیش اومده باشه. نه دیده نشده. برقایشون مدیر شرکت همون طبیعی که هرچه همون خیابه حساب بسی کنه. سلام آقا. سلام خانم، چی شده؟ نه این چه نشده، اینو من میبرم. سلام سیمین جان. سلام. ببخش من خونه مامانینا بودم، یه معطل شدم. مهشید زنگ زن؟ آره یه مقدار نگرم. یحیی سازه. گفته بودم مزاحمت نشه. مزاحم من نشه؟ من تا امروز مدیر شرکت بودم، ولی حکم ماشین امضا رو داشتم. برای همین تصمیم گرفتم بیام ببینم اینجا چه خبر سر در بیارم از همه چیز. خب این که خیلی عالیه، من فقط میخوام بدونم چی نگرانت کرده. هیچی، چیزی نگرانم نکرده، فقط کاری رو دارم میکنم که قبلا باید انجام میدادم. من که هر روز گزارش شرکت رو بهت میدم. نه همه رو. اینا چیه؟ برداشته بی حساب کتاب تو از شرکت. یه قلم فقط 2,000,000 تومن بدون هیچ سند، من که پیدا نکردم. بس داستان مچگیریه. فهم کنی هزینه های خونه از کجا تمام میشه؟ هزینه های خونه از حساب شخصی، نه شرکت. بعدم چه خرجیه که بشه 2,000,000 تومن؟ حساب شخصی از کجا میاد؟ یه بدهی داشتم که بعد تسویه میکردم. مسلمتی ما همسر صاحب و مدیر شرکتی میه. اینجا شرکت خونه نیست. معاون مدیر که هستم من، که برای خودم حقوق تعیین کردم. منم میخوام همین چیزا روشن بشه. خب من خسته ای، من پیشنهاد میدم که بریم خونه فردا، بیا با هم حساب رسی. مثلا میخوام بدونم اینا چرا هنوز تسویه حساب نکردن؟ چرا؟ آقای اسدی نمایندم تو کرمان چند تا جنس مرجوعی داشته. آقای قفاری نماینده لوازم خونگی تو عباس چکاشو داده ولی هنوز نقد نشده، زمان خواسته. این دوتا به همه کاراشون رو کردیم، فاکتور این همشون بهانه است. اصل داستان رو من بگو. حرفای احمد رو تحصیل گذاشت داره، به شک با داشتتت. کارشم خیلی خوب انجام داده، چند روز الان درگیرشی. همون که گفتم الان میریم خونه، فردا با من میه شرکت. دیگه نمیام و نمیتونم و سرم درد میکنم و سره ندارم، هم نداریم. میای اینجا ریز به ریز همه حسابا رو با هم در میاریم.